خدمت. سلام بر شما. وقت افطارتان بخیر. حالا نزدیک وقت افطار میشیم و رسم عاشقی هم در اختیار شماست. در خدمت شماست. در خدمت اون چشمهای پر از نورتان. اون چشمهایی که با دل پر از انوار ما در ارتباط هست. خوشحالیم که در مقابل چشمان شما قرار داریم. یک افتخار است برای ما. در رسم عاشقی امشب میخواییم دعوت بکنیم شما را در به کلام خداوند، به هدایات خداوند، اینکه برای ما انسانها چه هدایت میدهد. قاریسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله.
از قاری صاحب سجاد تشکر میکنیم. و بیننده های عزیز، اعتکافی که به نیت عبادت در ماه مبارک رمضان صورت میپذیرد چه حکمی را داراست؟ الف فرض عین، ب واجب، جیم سنت کفایی و دال هم مستحب. برای ما بفرستید جواب درست را و مستحق جایزه شوید. همچنان شبهای گذشته دوستان برای ما جواب میفرستند و دیدگاه هایشان را درباره برنامه رسم عاشقی میدن. بسیار سپاسگزاریم. و اون کسانی که انتقاد میکنند هم انتقادشان به جا و همچنان ما هم تغییراتی که در رابطه با نقد و نظرشان حتما اعمال کردیم و امیدوار هستیم که به دلشان باشد این برنامه رسم عاشقی که برای خودشان هست. پس از میان برنامه برمیگردیم ببینیم بشیر چی میکند و ما هم در برنامه مهمانان داریم که با ایشان صحبت خواهیم کرد. واقعا هم که میشه گفت میزبان این مهمانی بی سفره و این سفره رنگین بعد از افطار، این سفره ای که برای ما بشیر آماده میکند. بشیر سلام بر شما، چه حال دارین و وقت شما بخیر. سلام سراب عزیز، سلام خدمت دوستایی که امیل از برنامه را تماشا میکنن. خب امروز باز هم خواستم که یک افطار بسیار خوب و خوشمزه به مهمانان عزیز ما آماده بسازیم. واقعا غذای بسیار خوبی هست که سه چهار دوست دیگه ما هم فرمایش داده بودن، گفته بودن آماده بساز. خب در پلان امروز غذای دیگه بود که باید آماده بسازیم، ولی غذای خاص زیادتره که ما میخواستیم آماده بسازیم. خب کمی که به تفریق رفتید گفتن که فردا یا پس فردا آماده بساز. خب مشکل نیست. خب غذا که امروز آماده میسازیم یک برنج بسیار خوشمزه که همراه با بادنجان رومی آماده ساخته میشه. کنارش نخوات و بعضی سبزیجات دیگر هم امروش مخلوط کردیم. و غذای دومی هست که معمولی از باید از داخل داش بکشیم. معمولی از فراموشم شده بود که باید که از داخل داش بکشیمش، چرا که اگر دو دقیقه دیگه باشه میسوزم. خب داش هم رو خاموش شد. و دومش یک کباب بسیار خوشمزه آماده ساختیم، البته که امرو با گوشت مرغ. گوشت مرغ مده شده بود که به شکل بسیار خوبی آمده ساختمش. داخل داشت صرف هموار ساختمش، کمی که سرخ شد و بعد از او به خاطر از یک ساس هم آماده می سازیم، یعنی یک قرمی آماده می سازیم همراه با بادنجان رومی، پیاز، سیر، کمی مساله و مواد اصلی که داخلی قرمه کار گرفته میشه رو به حدی است که واقعا تم مزه بسیار خوبی داره که ما میتونیم خوبتر این غذا را آماده بسازیم. که همراه با ربع هدیه میتونیم که رنگش تغییر بدیم، همراه با ربع هدیه میتونیم که مزه بسیار خوبی داشته باشه و کمی که غلیظ هم شده باشه. خب امیل از قرمه هم موادش آماده است، صرف نوبت ربع هدیه است که باز کردنش هم آسان است. ما میتونیم با بسیار آسانی سرپوشش باز کنیم و قسمی که شما میبینی واقعا که همیشه بر شما میگیم که یک ربع است که واقعا غلیظ هم است، رنگ بسیار سرخ داره و ما میتونیم غذای خوب امرا با رو به حتیه آماده بسازیم. خب به این شکل پیازه که سرخ کرده بودیم همراه با بادنجان رومی، حال نوبت روبه است که روبه بالش اضافه میکنیم. همراه با روب کمی سرخ میشه و وقتی که امرا با روب کمی سرخ شد به این شکل شما میبینید که واقعا رنگ بسیار خوبی را برای خود گرفته. وقتی که بادنجان رومی به پیاز همراه با روب کاملا سرخ شد، نوبت آب است، کمی که آب بالاش اضافه میکنیم و مساله شمیل از اضافه میکنیم. خب مساله کدوم مساله خاصی نداره، کمی که مرچ سیاه و کمی که هم مساله سبزی اضافه میکنیم، بس دیگه هیچ مساله اضافه نمیکنیم. و یک عدد کیوب داخلش پیش از پیش اضافه کرده بودیم، میده همیشه باید که به این شکل مخلوط کنیم. خب همش مخلوط شد، آیسته آیسته آماده شد و برنج هم دوستای عزیز داخل دیگ به شکل دم پخت آماده ساختیم. خواستم دمش بتیم. امروز نمیفهم چطور همه دوستایم سه چهار نفر هوای برنج بادنجانی بالاشان زد، مرا گفتن امروز آماده بساز. ما هم خواستم که امروز آماده بسازیم و به این شکل با آیسته آیسته آماده میشه و بادنجان می که این قسمت ما سرخ کنیم، کاملا مخلوطش میکنیم. هر دقیقه که سرخ شده میره رنگش
دیگه خود سرخ میسازه و یک رنگ بسیار خوبی رو برای خود میگیره. متوجه زیادتر داری باشه وقتی خورما رو در ماه مبارک رمضان آمده میسازیم، نباید که زیاد مسال اضافه کنیم، به خاطر از اینکه مسال زیاد مسالت ما مضر است و کوشش کنیم که از مسال کم اضافه کنیم. خب سیر هم اضافه کرده بودیم، به شکل کاملا مخلوطش میکنیم. خب این را کاملا سرخ میکنیم، یه تا وقتی سرخ میکنیم که آبش کم شود. یک خوشبوی خاصه میلزه دارد. یک مساله دیگه کمک اضافه میکنیم، بسیار کم. کری مساله باید که کمک اضافه کنیم. گرچه گفته بودیم که باید اضافه نشه، ولی خوشبویش زیادتر میسازه. ما میتونیم خوبتری خورما را آماده بسازیم به شکل بسیار خوبه. خب به این شکل باید که کاملا مخلوط شوه. تا وقتی مخلوط میکنیم که خشک شوه، آبش هم کم بشوه و وقتی که کاملا مواد با هم مخلوط شده و به این شکل سرخ شد، اما نوبت آب است که آب بالاش اضافه میکنیم، خورما آماده میشه و خورما را داخل این تخمپزی برای یک دقیقه داخل از این پاش میتیم، برای چند دقیقه داخل داش میمونیم و بعد از او دوباره داخل یک بشقاب تزیینش میکنیم. خب تا این قسمت برنامه هم مواد گفتیم صرف تزیین غذا مانده که باید تزیینش کنیم. برمیگردیم به سیدی دیگر همراه با سهراب عزیز. سهراب صدای ما رو داری؟ از شما سپاسگزارم. یک خاصیتی که بینجه های عزیز بشیر عزیز داره این هست که در ماه مبارک رمضان در کنار سفره های رنگی انداختن، سفره مهربانی هم میاندازد برای ما. اخلاق بشیر واقعا که شایسته است. و بیننده های عزیز، ما در کنار خوب جناب آقای نجیب الله زاهد، کارشناس مسائل اسلامی رو داریم، به ایشان خوش آمدید میگیم. و همچنان جناب آقای محمد آصف شمس دکتر هستند و در امشب توصیه های برای ما و شما دارند که متفاوت. و همچنان برای ما در پشت صحنه گفتند که تو به عنوان یک جوان نمیدونی که چگونه افطار بکنی، چگونه سحر بکنی و چی بخوری برای این دو وقت و همچنان در وقت شام. خب آغاز میکنیم سخن را با جناب آقای زاهد. عرض سلام و خوش آمدید به شما. تشکر. در رابطه با این شب‌های پرقدر و پر از یعنی ارزش برای جمع‌آوری ثواب بگوید که این شب‌ها شب زنده‌داری میکنند دوستان. شب قدر دقیقاً کدام شب است جناب آقای زاهد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم به نوبه خود سلام و احترامات قلبی خویش را به شما، همکاران عزیزتان بشیر جان در آشپزخانه و همه بینندگان محترم تلویزیون یک، در این وقت بسیار مهم که نزدیک ما شما به افطار هستیم، سلام خود تقدیم میکنم و در آغاز صحبت های خود فقط به یک نکته اشاره میکنم، باز میایم به جواب شما. اون نکته مهمی است که ببینین که در همین روزها هر کدام ما شما در داخل خود یک اطمینان و یک خوشحالی که مدرکش معلوم نیست احساس میکنیم. علتی از این چی هست؟ علتی از این است که اینمی خوشحالی که علتش معلوم نیست و مدرکش معلوم نیست، یکی از نشانه های قبول شدن روزه ماه مبارک رمضان در دربار الهی است. الحمدلله که زیادتر وقت ماه مبارک رمضان سپری شد. ما تقریبا در روز 21 قرار داریم و اکثریتش تیر شد و در اواخر قرار داریم و آهسته آهسته اما خوشحالی را احساس میکنیم که هر بنده مؤمن در نهایت عبادت خود، که هنگامی که عبادتش در دربار رب العزت به درجه مقبولیت و قبولیت میرسد، احساس میکند. یک موضوع که میخواستم به همه بینندگان تلویزیون یک پیام برسانم که خوشحالی تان که علتش نمیدانین، خوشحالی است که پروردگار عزیز عبادت ما شما را قبول کرده و امسای تلاشی که کردیم در دربار رب العزت به درجه مقبولیت رسیدد، پس خوشحال هستیم. و او خوشحالی که در آخرت هست، او چیزی دیگری هست. یکی از عباداتی که و چیزهایی که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان که به نام دهه عتق من النار یاد میشد یا آزادی از آتش جهنم، اویی است که
شب قدر در همین دهه اخیر هست. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید که پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود که شما شب قدر را در دهه اخیر ماه مبارک رمضان، خصوصا در شبهایی که روزهای وتر است، شما ایرا طلب بکنین که روز 21م، شب روز 21م، شب روز 23م، شب روز 25م و شب روز 27م و شب روز 29م. پس یکی از چیزهایی که مسلمان ها در گوشه و کنار عالم و کره زمین کوشش میکنن که او را به دست بیارن، او هم فضیلت و مقام و منزلت شب قدر هست که کوشش میکنن که در این شبهای طاق یا به ذکر خدا مصروف نگه دارن، یا به تلاوت قرآن عظیم شان، یا به نماز نوافل، یا به دعوت به سوی خدا مردم را کوشش میکنن که فضیلت و مقام و منزلت این شب را به دست بیارن. پس دین مبین اسلام و خواهش ما و تقاضای ما از همه و هموطنان عزیز در این دهه اخیری است که کوشش بکنن که یک بخشی، اگر همه شب را زندداری نمیتونن کرده، یک بخشی از شبهای طاق را بر عبادت خاص بکنن و بخیزن و عبادت خداونده بکنن. اگر ذکر میکنن یا تلاوت قرآن عظیم مشاره میکنن یا دعوت به دین خدا میکنن و یا هم صلات تسبیح را انجام میدهن، به هر شیوهی که عبادت خداونده میکنن باید در شبهای طاق بخیزن و بخواهن که خداوند این خیر و سعادت شب قدر نصیبشان بکند. بسیار سپاسگزار. در بحث بعدی ما با جناب آقای دکتر شمس میخوایم بدانیم که آن راه درسته که حالا ما جوان هستیم و بی تجربه برای افطار کردن و سحری کردن و خوردن غذاها تا چه حد کدام هست جناب دکتر صاحب، که ما باید در نظر بگیریم که این ماه برای ما قدر سنگین نباشد، حالا نخوردن نهاشو میدن در طول روز. بله، بسیار تشکر از سوالتان. من هم به نوبه خود سلام های خود خدمت برنده های شما و میهمانان عزیز شما تقدیم میدارم. علیکم السلام. و بسیار خوشحال هستم که از طریق تلویزیون شما برای هموطنان خود رمضان مبارک تبریک میگم و همچنان من بسیار خوشحال هستم که از طریق تلویزیون شما به خدمت هموطنان خود هستم. بسیار تشکر از سوالتان بازم و تشکر از مولای صاحب که حرفای بسیار خوب هم زدن و در سلام خود آشپزخانه را فراموش نکردن. ما هم با آشپزخانه یک سلام میگم. بسیار تشکر. اصلا من متخصص ارتوپیدیستم. من میخواستم که غذا خوردن همراه دردای مفاصل و کمر ایره گرتباط بتم و چون که شما سوال کردین، بازم من متخصص تغذیه نیستم، مگر میتونم که برای شما معلومات کم و زیاد ارائه کنم. بالاخره اون تجارب چند ساله برای خودتان هم مهم تشکر. است. اصلا تغذیه خود یک بحث بسیار کلان است، خصوصا برای انسان ها، برای تمام زندگان ها بسیار مهم است، خصوصا برای انسان ها. انسان ها از چندین نوع غذا استفاده میکنن، از لبنیات و از غذای بری، از غذایی که میروید نباتات و این تمامش یک انبوی بسیار کلان هم میسازه که باید در این اگر ما مراجعه کنیم به دیگه زندگان ها، اونا یا از سبزیجات استفاده میکنن یا از گوشت. مگر انسان ها یک غذای بسیار زیاده که یک انتروال بسیار کلان استفاده میکنن، از این خاطر باید ما فکر خدا بگیریم که کدام غذا برای ما شما ارزشمند است و کدامش نیست. در قرون وسطا یکی از دکترایی که نو طبابت شروع شده بود، اونا تمام امراض به دو حصه تقسیم کرده بودن. یکی امراضی که از غذا پیدا میشه، سببش غذا است، پرخوری چیش است سببش است و پس به پریز خوب میشه. یکی این گروپ امراض اونا چی کرده بودن تقسیم کرده بودن و یک دیگه گروپ امراض جرایی را، که یعنی تغذیه برای صحت انسان فوق العاده رول کلان داره. ما این مبارک رمضان ما وقتی که تغذیه را کمتر میکنیم، این فواید بسیار زیاد برای بدن انسان داره. مثلا در اگر در بخش ارتوپیدی فکر کنیم،
اوریک اسید انسان ها در این ما کمتر میشه، چربی خون کمتر میشه، از این خاطر امراض مفاصل در این ما کمتر میشن. اگر ما قسمی که گفته شده در دین مقدس اسلام که باید بسیار کم بخوریم، این را اگر مراد کنیم ما صحت ما خوب میباشه، اگر مراد نکنیم بدبختانه که صحت ما خرابتر میشه. دقیقا گفتن که تقسیم بکنید، حالا همین حجم شکم رو یکی بر سه شه برای خوردن، یکی شه برای نوشیدن و یکی هم برای نفس کشیدن. حدیث بسیار گرانبهای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که اگر در حدیث های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جمالی سب ششته زیادتر شد معلومات بده، و بسیار نسائی و حدیث های بسیار گرانبهای داریم ما از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و در تمام دین در کمخوری را بسیار ایچه کردن. بسیار خوب. مثلا امراض ارتوپیدیک است که پایشان مشکنه. اجازه بدین پیش از این که به امراض ارتوپیدی میپردازیم، همکار ما عبدالله میری در سطح شهر رفتن و در یکی از مساجد شهر کابل برای ما میگن که در کجا رفتن و ما ادامه میدیم بحث را. عبدالله میری سلام بر شما و کجا هستین و امروز میخواین به کجا بپردازین؟ ممنون سوراب، ما همین لحظه در مسجد حضرت یوسف رضی الله تعالی عنه واقع در خیرخانه قرار دارم. پیش از اینکه تماس ما با خودت برقرار شد، اما با بزرگان این محل صحبت های داشتم و اونا برای ما گفتن که مثل تمام مناطق کابل و مثل تمام مساجدی که در کابل وجود داره، اینا هم به می شکل از ماه مبارک رمضان استقبال میکنن. مردم در افطاری با هم جمع میشن، هر چیزی که دارن با هم میارن، شریک میسازن و افطار یک جا میکنن. پس از اون نماز جماعت است و به می شکل نماز تراویح است که با هم یک جا انجام میدن. خب به هر حال ما تا لحظات بعد با مولوی صاحب مسجد ادمن صحبت هایی می داشته باشم و دوباره با خودت بر می گردم و ارتباط ما برقرار می شم. بسیار خوب، سپاسگزاریم از شما، منتظرتان هستیم حتما. بیننده‌های عزیز بر می گردیم خیلی کوتاه و صحبت ها هنوز هم ادامه دارد. از توجهتان سپاسگزارم. بر اسم عاشقی جناب دکتر صاحب می‌فرمودید در رابطه با درد مفاصل، در این ما فکر می‌کنید که درد مفاصل بیشتر هست نسبت به ماه‌های دیگر یا که تفاوتی نمی‌کند، یا می‌خواید که در کل یک روشنایی بندازید به این بیماری؟ بله، تشکر از سوالتان. در ماه مبارک رمضان ما بیشتر قسمی که اشاره کردم، اگر غذا کمتر خورده شود و به رقم زوج خورده شود به مفاصل یک نقص نمی کنه. خود رمضان در حاصل برای وجود نقص نمی کنه. اگر ما افطار شروع می کنیم و دفعتا از کنده های یخ شروع می کنیم و یخ می خوریم، این طبعا که سر مفاصل بد تاثیر میکنه. کسایی که مصاب به روماتیسم هستند، کسایی که دردای مفاصل دارند، کسایی که التهابات پیششان موجود است و کسایی که کمردردی دارند، اینا اگر راستن از آب یخ شروع کنند و آب یخ استفاده کنند، این دردای مفاصل شان زیاد میداره. گفته مردم عوام اینا پیششان شخی پیدا میشه، شخک میشن. بله. و این باعث از این میشه که سپزمای در وجودشان پیدا شود که او عضلاتی که طبقه عمیق عضلات میشه که دچار سپزم شود و دردهای شدید پیششان پیدا شود. بسه. و همچنان میوه هایی که برای مفاصل نقص داره و برای عضلات نقص داره، مثلا خربوزه و این چیزا یخ خورده شود، اونا هم نقص میکنن. ما برای امتنای خود قسم برشان تجویز میکنم که اینا وقتی که رمضان افطار میکنن، روزی خود افطار میکنن، باید از چیزای گرم شروع کنن، مثلا با آش، با چای، با این چیزا ادامه بتن و نه دچار دلدردی های خاص میشن و نه دچار دردای مفاصل میشن. بسیار خب، روی دخانیات هم خواهیم پرداخت. حالا ببینیم که بشیر برای ما برای سفره امشب ما بالاخره کار را به کجا رساند. بشیر عزیز با شما هستیم. بله بله. خب به غذایی که خواسته بودیم همش آماده شد. گوشت و مرغ بسیار خوشمزه که به شکل کوفته آماده ساختیم، ایتالین چیکلین میدلوف و واقعا که یک برنج خوشمزه دیگه که همراه با بادنجان رومی نخود، یک خوشبوی خاصی داره و منتظر
افطار هستیم که چی وقت از آن متعطا ما بتانیم از این غذا خوشمزه استفاده کنیم. و قسمی که امیل از گفتن که واقعا که ما وقتی ما میخوایم افطار کنیم میشه که همراه با غذاهای گرم از بعضی آش ها از بعضی سوپ ها میشه که افطار کنیم. ولی به نظر من اگر یک دو عدد خرما باشه ما میتونیم خوبتر از روزی خود افطار کنیم. خب هر چی که تیار است میتونیم از اون استفاده کنیم و روزی خود افطار کنیم. خب گوشت را که آماده ساختیم در کنارش یک چند دانه مرچ هم قسمت مانیم. زیادتر کسی هستن که علاقه زیاد به مرچ دارن و در افطار مرچ استفاده میکنن. خب مرچ کمتر اگر استفاده کنیم به نظر من بهتر است. و قرمه که ما بالای غذا آماده ساختیم به خاطر از اینکه در کنار برنج ما بتونیم خوبتر استفاده کنیم. خب یک کمی که اگر از قرمش هم استفاده کنیم خوبتر و بهتر ما میتونیم این غذا را آماده بسازیم. و گوشت را که من امروز خواستم آماده بسازم میشد که از گوشت گاو هم استفاده میشد که از گوشت سرخی استفاده کنیم، از گوشت گوسفند هم میشد که استفاده کنیم. ولی امروز ما خواستیم که از گوشت مرغ آماده بسازیم. چی سینه مرغ باشه، چی ران مرغ باشه، هر کدومش که باشه ما میتونیم که آماده بسازیم. و به این شکل ما خواستیم یک غذا سبک و آسان آماده بسازیم. انشالله فردا اگر خواستیم ما میتونیم یک کباب خوشمزه هم روش آماده بسازیم. و کسی که میخواین آمادگی داشته باشن، گوشت همه چیز آماده بود داشته باشن تا فردا براشون بگیم که به چه شکل آماده بسازن. خب دوست عزیز یا بود غذای خوشمزه که امروز آماده ساختیم. برمیگردیم به سودی دیگه همراه با سهراب عزیز. سهراب عزیز صدای منو داری؟ سپاسگزارم از شما. حالا یک مشکلی که وجود داره فقط همین است که کسانی که آشپزی میکنن نمیدونن شور است، بی‌نمک است، ترش است، حالا چه قسمی است. و بگذاریم یک ماه است تمام میشه. همین ماه هم به خاطر نخوردن هست بالاخره. جناب آقای زاهد، میخواستیم در رابطه با واژه اعتکاف را در این روزها زیاد میشنویم. اعتکاف و اعتکاف کننده، اعتکاف چی هست در تعریف برای ما بگید و اعتکاف کننده باید دارای چه شرایطی باشد؟ و در کل حالا به سوال روز ما هم بر میخورد، در این رابطه برای ما روشنایی بندازید. بله، باز هم تقدیم سلام به برنامه بینندگان برنامه رسمی عاشقی. اعتکاف یکی از اعمال پیامبری علیه الصلاه و السلام، عمل صحابه، تابعین و تبع تابعین و تا به امروز از عام مسلمان ها است که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان این عمل در وقت پیغمبر علیه الصلاه و السلام انجام شده تا به امروز. روز جمعه گذشته در اخیر روز، البته قبل از غروب آفتاب، مسلمان ها عام از مرد و زن داخل شدن به همان جایی که یا می خواهند که در همان جای در همین دهه آخر تا به روز آخرش باشند. اعتکاف یک عملی هست، یک عبادتی هست که پیغمبر علیه الصلاة و السلام انجام داده. معنای لغوی اعتکاف به معنای درنگ کردن و حبس کردن نفس در یک جای به خاطر انجام دادن یک عمل، این اعتکاف میگه، یعنی معنای لغویش هست. معنای اصطلاحی اعتکاف درنگ کردن در یک جای مخصوصی به نیت اعتکاف با روزه و به نیت اجر و ثواب، این میگه اعتکاف. ما شما میبینیم که مردها معمولا در جای اعتکاف که مسجد است به اعتکاف میشینن و عبادت میکنن و یک چادر هم از گرد خود به خاطر از اینکه پناه باشن، خصوصا در وقتی که یا خواب میکنن. البته یک نکته را یادآور شوم که خواب معتکف هم عبادت است. اگر معتکف بیدار میباشد، ذکر میکند، تلاوت میکند، نفل میخواند، وقتی که خسته میشد و به خواب میرد، خوابش هم در وقت اعتکاف در عبادت محسوب میشود. مایوس نباشند و نیتشان بسیار قوی باشد. یک موضوع. خواهرای ما وقتی که اعتکاف میکنند در داخل خانه خود، در همان جایی که یا معمولا در آن جای نماز میخوانند، در همان جای میتونند که اعتکاف بکنند و یک چادر به خاطر از اینکه مسئول باشند و یا در وقتی که استراحت میکنند، در وقت استراحت محفوظ باشند از نظر دیگران، میتونند که یک جای برای خود خاص بکنند و یک پرده ویزان بکنند، در همان جای به عبادت مصروف باشند و عبادت بکنند. پس
اعتکاف یکی از منافع اعتکاف یا به خاطر چیزی که حکم اعتکاف به خاطر از این میگیم که سوال داشتین شما و اگه ما هم حکم اعتکاف رو بیان کردیم پس ما جواب دادیم باید امو جایزه را ما بگیریم. خب میمانیم که امو جایزه را بینندگان تلویزیونی یک بگیرن، حکمش را بیان نمی کنیم. خب این یک عبادتی است که یکی از حکمت‌های مشروع شدن اعتکاف نمی است که معتکف میتواند که فضیلت و مقام و منزلت لیلة القدر یا شب قدر به دست بیارد. خب در اینجا شرایط خاصی وجود داره، فرد اعتکاف کننده باید خود را چگونه آماده اعتکاف بسازه؟ بله، ما که گفتیم که اعتکاف یک عملی هست که پیغمبر علیه السلام را انجام داده به نیت اعتکاف و عبادت به خاطر رضای خداوند، با گرفتن روزه نشستن در یک جای مخصوصی، این مشروعیت و چگونگی اعتکاف و همی عبادت است. نیتی که میکند، بله. بله. نیتی که میکند ما به خاطر امی عمل پیغمبر انجام داده عبادت است، ما هم به خاطر انجام دادن امی عبادت در فلانی جای به خاطر ده روز می نشینم، این نیتش است. و چیزهایی که باید در اثنای اعتکاف یا در وقت تمی ده روزی که در داخل از این جای می باشد که باید انجام نده، او چیزهایی است که به غیر ضرورت ای باید از همین جای خارج نشود. به طور مثال هیچ ضرورت ندارد ای از داخل مسجد بیرون میشد میرد به یک جای دیگر یا میرد به بازار به غیر کدام ضرورت میرد، پس اعتکافی از ای از بین میرد و اجر و پاداش برش داده نمیشد. اگر مثلا در همین مسجدی که یک برادر مسلمان ما به اعتکاف نشسته در اینجا نماز جمعه خوانده نمیشه، پس یک عذر شرعی است برش که میتواند که به خاطر انجام دادن نماز جمعه از این مسجد خارج شود برود به دیگر مسجد، وقتی که نماز جمعه را انجام داد پس عاجل به غیر کدام درنگ پس بیاید به جای اعتکاف. خو همه چیزهایی که منافی همی عبادت هست و یا زدی ازی است انجام دادن از او برای معتکف ناروا هست و نامشروع هست. معتکف فقط و فقط در همی اثنایی که در همی عبادت مصروف می باشد، غیر از عبادت، غیر از ذکر، غیر از خواندن نماز نفل، غیر از تلاوت قرآن عظیم شان و غیر از دعوت مردم به دین خدا و یا دعوت مردم به راه‌های مستقیم، دیگه کار را باید ای انجام نده و استراحت میکنه. وقتی که خسته میشه استراحتش هم در عبادت محسوب میشه. بسیار خوب، یک بار دیگر هم بیننده های عزیز سوال روز را برای شما تکرار میکنم. اعتکافی که به نیت عبادت در ماه مبارک رمضان صورت میپذیرد چه حکمی را داراست؟ الف فرض عین، ب واجب، جیم سنت کفایی و دال هم مستحب. فقط برای ما به شماره 7292081818 ارسال بکنید و تحفه را نصیب خود بفرمایید. خب حالا هم عبدالله میری رفته در یک از مساجد، چنانچه پیشتر هم برای ما گفتند، با کسانی که در اونجا دستن در کار به راه اندازی یک سفره رنگین و در سفره افطار هستند با اوشان هم صحبت خواهد کرد و ما هم خواهیم دید. عبدالله عزیز، ما میخوایم بیایم به مسجد لحظات بعد افطار بکنه همه در کنار ما. اثر سپاس سوراب، اینجا مسجد حضرت یوسف رضی الله تعالی عنه است و اینجا سفره افطاری پهن شده، قرار است تا لحظات بعد همه افطار بکنن. در کنار ما مولوی سبحانشاه هم مولوی این مسجد قرار داره. میخوایم در رابطه با فضایل ماه مبارک رمضان و همچنان ثواب عباداتی که در این ماه صورت میگیره برای ما پاسخ بدن. خب مولوی صاحب میشه برای ما پاسخ بدن در رابطه با فضایل ماه مبارک رمضان و همچنان ثواب عباداتی که در این ماه صورت میگیره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، از اینکه در مورد فضیلت رمضان المبارک، خب بارها خصوصا در رمضان المبارک علمای کرام همیشه صحبت کرده، خب بازم به خاطر تکرار یک حرف علما و از احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد فضیلت رمضان المبارک، خب معلوم دار است که رسول الله علیه السلام می فرما اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صدفت الشیاطین و فی روایت و سلسله الشیاطین. پیامبر صلی الله علیه السلام می فرما هرگاه رمضان داخل می شه دروازه های بهشت باز می شه و دروازه های جهنم بسته می شه و شیطان ها زنجیر پیچ می شه و زنجیر بسته می شه. و پیامبر صلی الله علیه السلام
در حدیث دیگه می فرما اول دای اول از ما رحمت است و دای وسط از ما مغفرت است و دای اخیر از عتق من النار یعنی سند خلاصی سند براعت از آتش جهنم است. مسلمانی که دای اول و دوم تکمیل میکنه ای که دهه سوم رمضان المبارک است، امروز 21 است گمان میکنم 21 رمضان المبارک است، دهه سوم داخل شده. برای مسلمانی که دو دهه اول تکمیل کرده روزه گرفته و مطابق سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه گرفته، الله تعالی بر ازی سند براعت و خلاصی از آتش جهنم برش میده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد افطار یک چیزی که بسیار مهم است که در وطن ما الحمدلله تا جای رواج است و تا جای تعداد هم که اگر ندارن هم عادت بعد عادت به خود بگیرن، افطار جمعی در مساجد اگر یک انسان بی بضاعت بیچاره که توان تیار کردن افطار نداره و می افطار میکنه، از ثواب از کسایی که افطار آورده بهره مند میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما من فطر صائما کان له مثل اجره، کسی که یک روزه داره افطار برش تهیه میکنه مانند که خودش روزه گرفته باشه، امو قدر الله تعالی که روزه داره اجر میته، به مو اندازه کسی که برزی افطاری درست کرده افطاری تیار کرده برزی هم به می اندازه الله اجر میته. غیر انه لا ينقص من اجر صائم شيئا، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرما بدون از اینکه از اجر روزه دار کدام چیزی کمی بیاد، در اجر روزه دار در ثواب روزه دار کمی و کاستی نمیه، فقط الله تعالی از طرف خود به فضل و به رحمت خود برای شخص افطار تیار کننده، یعنی کسی که افطاری تیار کرده، بر از این ثواب اضافی میتا. پس از رفت و آمد رسانه‌ای بیننده های عزیز کم کم نزدیک میشیم به وقت افطار و ما هم آمادگی ها را برای افطار خواهیم گرفت. التماس دعا داریم بیننده های عزیز، در کنار این که حالا افطار میکنید و غذا نوش جان میکنید و نوشابه و آب و اینها، حرف های ما را هم اگر برایتان مفید هست حتما گوش بکنید، چون ما میخواییم در رابطه با کسانی که به دخانیات یعنی میشه گفت عادت دارند، برایشان میخواییم یک نویدی بدیم که این دخانیات عادت داشتن ببینید چقدر دردسرها برای مفاصل به وجود میاره. جناب دکتر صاحب برای ما بیشتر میگن در این رابطه. بله بسیار تشکر از سوالتان. ما بیشتر در گفتگوهای میان برنامه شما گفتیم وقت افطار است و همین فلسفی بسیار بزرگ داره خود افطار، ما میخواستم کمی را مشارک کنم. افطار هر چیزی که هستی در دنیا هسته، هستی مادی، همین فلسفهش در افطار نفته شده. ما وقتی که منتظر افطار می باشیم بسیار کوشش میکنیم که لحظه افطار برسه و ما افطار کنیم. وقتی که افطار میکنیم هیچ همو کیفیت از بین میره. مادیات دنیا همیشه همین چیز است. وقتی که یک نفر میخواد که یک موتر داشته باشه بسیار کوشش میکنه، یک جوان مثلا که موتر بخره و موتر داشته باشه تو بدوانه و کجا بره، وقتی که موتر میخره باز همو کیفیت موتر از بین میره و او چیزی که او فکر میکرد تخیل خود اون چیز نیست. یا همی پول و پیسه و خانه و دارایی و همه چیز دمی فلسفهش من فکر میکنم که دمی افطار نفته شده. و مدباری سوال شما برمیگردیم که دخانیات مشکل بسیار زیاد بر استخوان‌ها و بر مفاصل ایجاد میکنه، چنانچه وقتی که ما مردم بعضی کسایی که مراجعه میکنن پیش ما میگیم که اونا میگن کمردرد هستیم یا پایدرد هستیم، ما برشان میگیم که سیگرت نکشین، اونا یک قسم تعجب میکنن که سیگرت پس به کمر چی یا سیگرت در پای چی. ما برای شما میخواییم بگویم که کسایی که به دخانیات عادت دارن اینا سیگرت ترک کنن از خاطر چی؟ که در وجود انسان انتگنیست ها وجود داره، مثلا زدیت ها. یک چیز به زد دیگه چیز هست در وجود انسان، مثلا شما انسولین میگیرین شکر پایین میکنه. ای انسولین و شکر بالاخره یک زیدیت است، انتگنیست است در وجود. اینم تو بعض چیزهای دیگه مثلا کسایی که سیگرت دخانیات عادت دارن بسیار قهوه میخواین که بنوشن یا چای میخواین بخورن، چای سیاه میخورن و دیگه می. این خود نیکوتین سوی کافئین پایان میاره. خود نیکوتین و کافئین یک انتگنیست هستن، زیدیت هستن در بدن. وقتی که اینا سیگرت میکشن سوی کافئین که پایان میاد، دل از یا میشه که
قهوه بخورن یا چای بخورن. وقتی که چای خوردن سوی کافئین وقتی که بالا رفت نیکوتین پایان میسازه. این از این خاطر اونا پس دلشان میشه که سیگارت بکشن. و یک انتاگنیست و زیدیت دیگه امرای دخون امرای کلسیم وجود داره که خود نیکوتین سوی کلسیم پایین میسازه. وقتی که کلسیم پایین ساخت نمیمانه که کلسیم ترانسپورت شود توسط ویتامین دی در استخوان. وقتی که سویش پایین آمد ای کسایی که دخانیات عادت دارن، کسایی که مواد مخدر میکشن، کسایی که نسوار میکشن مثلا به چیز عادت دارن، تمامشان به استوپاروز سوا یا پوکی استخوان مواجه میشن. از این خاطر که انتاگنیست کلسیم در وجود نیکوتین است. وقتی که بسیار یا سیگارت میکشن چندین سال پیدا پی، از این خاطر دردهای پای پیششان زیاد میباشه، دردهای کمر پیششان زیاد میباشه. و سوال دومش است که کسایی که به دخانیات عادت دارن سپورت هم نمیکنن. این دو چیز با هم یک جای شده دردهای مفاصل و دردهای کمر هم میسازه. و من خواهش میکنم که دوستای ما که به سیگارت عادت دارن اونا سیگارت ترک کنن تا که استخوان قوی داشته باشن، کمر و مفاصل قوی داشته. این ماه چه ماه زیباییست. یک ماه کسانی که حالا به این عادت دارن به دخانیات کوشش میکنن نکشن، اما بعضیا تمام امو تعداد سیگارت هایی که باید در طول روز نکشن همیشه در افطار میکشن پشت تا پشت. ولی باز هم انشالله که این توصیه های شما مثلا تأثیر گذار باشه برای سلامتی خود شما هست. بینندگان عزیز برمیگردیم. چقدر زیبا گفتند. و در بحث پایانی ما با جناب آقای زاهد فقط میپردازیم کوتاه به مسئله دهه سوم و دوری از آتش. فقط یک نکته را میخواهم که پیش از اینکه به جواب شما بپردازم اشاره میکنم. دکتر صاحب در مورد دخانیات صحبت کردن و اضراری که سیگارت و یا نسوار یا بعضی چیزهای دیگری برای انسان دارد. من فقط به یک نکته اشاره میکنم و از طریق تلویزیون یک به همه هموطنهای خود این پیام را میرسانم. دوستای نهایت عزیز ببینین که ما شما بغیر کدام درک یا بغیر کدام احساس مسئولیت خصوصا طبقه جوان ما شما در اماکنی که در اونجا مردم جمع میشن، خصوصا طعامخانه هایی که در داخل شهر کابل هست و یا در دیگه ولایت های کشور عزیز ما هست، جوانای ما شما در مجالسی که برای همه مسلمان ها و هموطنان عزیز ما ضرر میرسه سیگارت به غیر کدام درک میکشن از جیب خود و او را روشن میکنن و او را مینوشن. هنگامی که با او صحبت میکنی میگد که ما افغان هستیم، هنوز به او ثقافت و پیشرفت نرسیده ایم که ما بتانیم که در اماکن عامه سیگارت نکشیم. متاسفانه که چند وقت پیش در روسیه قانونی وضع شد و قانون عملی شد که در اماکنی که در اونجا اجتماع مردم هست در اونجا هیچ کس حق ندارد که سیگارت بنوشد. وقتی که یک کشوری که نام اسلام در اونجا یاد نمیشد، او کشور در مورد اضرار اجتماعی مواد مخدر و دخانیات چنین تصمیمی را میگیرند، پس ما شما مسلمان ها حق اولویت داریم که ما شما خصوصا جوانای ما، جوانای عزیز، بیاین که آداب اجتماعی و اسلامی خودم رعایت بکنیم و در اماکنی که در اونجا مردم جمع میشن از سیگارت نوشیدن خصوصا در داخل موتر، در داخل دفتر، در بعضی جایهایی که مردم در اونجا غذا میخورن صرف میکنن خصوصا در اوتلها یک موضوع. آمدیم در جواب سوال شما. یکی از خواص امت محمدی علیه السلام این است که خداوند برش نعمت بزرگی مثل رمضان را نصیب کرده. رمضان نعمتی است و فرصتی است به خاطر ارزیابی اشتباهات سابقه و توجه و تصمیم راه مستقیم برای آینده. پس به هر گونه که اشتباهی کرده ایم در توبه باز است. ماه رحمت است، ماهی است که درهای جنت باز است. بیاین که پس رجوع بکنیم به پروردگار خو و پروردگار هم ذاتی است. اگر به طرفش به قدم می رویم به طرف ما می دود. اگر آغوش باز می کنیم خداوند ما را در آغوش می گیرد. جناب دکتر صاحب شمس و جناب آقای زاهد از شما سپاسگزاریم که تشریف آوردین و صحبت داشتیم. از شما هم بینندگان عزیز سپاسگزاریم و تا فردا شب اگر
زندگی بود، در خدمت شما خواهیم بود در رسم عاشقی و تا اینکه سعادتمند باشید و شب خوشی داشته باشید و تا فردا شب. خدا نگهدار.